بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند منان، سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده. با سومین روز عید و سومین شب در واقع در خدمت شما هستیم با برنامه عیدانه. دیشب موحد عزیز و آقای حسن عزیز با شما بودن تو برنامه، من نبودم، تو اتاق فرمان بودم، یه عکسم فرستاده بودم براتون پخشم کردن. امشب رو من و حسن عزیز در خدمت شما هستیم. موحد نیستن ولی امیدواریم که اگر تونستن به ما بپیوندن، اگر نتونستن ما رو همراهی کنن به هر نحوی که هست. امشب هم در برنامه سعی می‌کنیم که هم مسابقه داشته باشیم، هم تبریکات عید شما رو بگیریم و همین که عکسایی که برامون ارسال می‌کنید رو پخش کنیم. شما هم خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. در سومین ویژه برنامه ایدانه در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه‌ای که از صبح جمعه شروع شد و دیشب و امشب هم به حال آخرین شب اون هست که انشالله میتونید شما دوستای عزیز با شماره تلفن‌هایی که الان همین شماره تلفن‌هایی که زیرنویس کردن، البته این برای فرستادن عکس و فیلم از مراسم عیدتون در منطقه خودتون که به حال چیکار کردید چیکار نکردید، از غذاهای محلی، از شیرینی‌جات، از کوچولوهای قشنگ بتونید عکس بگیرید و برای ما پخش کنید. ما هم همین الان انشالله میتونیم و بتونیم از طریق شبکه پخش کنیم و مسابقه هم طبق روال روزهای گذشته داریم. کسایی که میتونن زنگ بزنن و بگن میخوایم در مسابقه شرکت کنیم، انشالله امیدواریم برنده 160 امتیاز بشن. دیشب هم در خدمت موحد جان بودیم که امشب تا این لحظه نتونستن هنوز برسن، شاید ترافیکی چیزی باشه. ادامه برنامه انشالله در خدمت دوست عزیز حبیب هستیم. خب خیلی خوب هست که امشب ما برای چون آخرین شب هم هست و دوست داریم که حداقل صدای بعضی کارشناسای خودمون هم بشنویم، اگر زمان اجازه داد و اتاق فرمان هم تونستند تماسی داشته باشیم به برخی از کارشناسان عزیزمون که تو شبکه همراه ما هستن ولی تو این دو سه شب نتونسته بودیم تبریکای اونا رو حداقل پخش بکنیم برای بینندگان عزیزمون که اونا هم بشنون. هم گرچه ما خودمون ملاقاتشون کردیم، دیدیم بله. از نزدیک تبریک گفتیم، تو جلسات ایدانه هم بودیم با هم دیگه نشستیم، ولی خوب هست که تبریکشون هم برای بینندگان عزیزمون پخش بشه. اگر هم مقدور شد اتاق فرمان دوستان عزیزمون تلاش بکنن تماس بگیرن به استاد حسینی، استاد زهرابی، استاد شیخ ملایی، همشون، استاد ملایی، همه دوستان عزیز که الان من یک به یک اگه بخوام اسمشون رو بگیرم شاید زیاد باشه، ولی هر کدومشون که مقدور شد بتونیم یک چند دقیقه فقط در حد یک دو دقیقه مزاحم اونا هم بشیم که بتونن مشارکت بکنن تو برنامه. بسیار عالی، خیلی یعنی فکر عالی و خوبیه. دوستان تفرمان حتما از همین ابتدا سعی کنن با کارشناسای شبکه تماس بگیرن و تبریکات بر حال این عزیزان را هم داشته باشیم. دوستایی هم که میخوان در برنامه مشارکت کنن و بر حال خاصتن اگر بخوام با لهجه محلی خودشون حرف بزنن و تبریک عید بگن، میتونن تماس بگیرن، مشارکت داشته باشن و تبریکات عید خودشونو انشالله برای ما و بینندگان عزیز بفرماین. مسابقه هم باز انشالله داریم، هر کسی دوست داشت میتونه تماس بگیره و در مسابقه شرکت کنه. عکس اومده فکر کنم. حالا من یه سری مجموعه عکس براتون فرستادم، امیدوارم خوبه. که به ایمیلتون برسه و بتونید دانلود بکنید تا برای بینندگان عزیز پخش بکنیم. یه مسئله هم که خیلی از بینندگان گلایه داشتن، حتی بله. نهاد حقوقی در تلفن پرسیده بودم، همین بود که یه سری ممانعت‌های تو ایام عید حالا بود. دیدین روز اول هم شب اول هم بعضی از بیننده زنگ زدن گفتن که گفتیم چطور عید هست پیش شما، گفتن آره ما مثلا عید کردیم ولی حالا چی رو نگرفتیم، نماز عید رو انجام نخوندن تا هنوز. من تحقیق کردم دیدم که خیلی از جای متاسفانه یه سری حالا یا ممانعت های رسمی صورت گرفته یا غیر رسمی صورت گرفته، یا اینکه به هر حال گوشزدشون کردن که شما حق ندارید که مثلا بدون نظر ولی فقیه نمازتون برگزار کنید، ولی در برخی مناطق واقعا اینطور نبوده. اون اومدن بر اساس اون چیزی که فقهشون و نظرشون بوده اومدن عید رو اعلام کردن، حالا اگرچه یک روز بعد اعلام کردن ولی بر اساس اون نظر فقهی دقیقی که خودشون بهش رسیدن بر اساس اومدن اعلام کردن. ما نمیتونیم کسی رو متهم بکنیم که حالا اومدن صرفا یک مورد خاص سیاسی رو در نظر گرفتن، همچه هرگز همچه چیزی احتمال نمیره، ما نمیتونیم یعنی همچه اتهامی رو وارد بکنیم و تا جایی که ممکن هست ما از لحاظ شرعی مأمور هستیم به اینکه حسن ظن داشته باشیم و گمان خیر بکنیم همیشه، و برای گمان بد همیشه وقت هست، برای بدی ها همیشه وقت هست، ولی الان چون ایام عید هست مخصوصا نیاز هست که ما سعی بکنیم که گمان خوب داشته باشیم، مخصوصا اینی که اگر برای ما ثابت نشده اون مسئله صرفا بر اساس حدس و گمان هست. به هر حال این قضیه هم یه قضیه اجتهاد فقهیه، به هر حال اختلاف مطالع یک چیز هم فقهی هم علمی هیچ مشکلی هم نداره.
دوستایی که الان در مناطق جنوب و بلوچستان عید نکردن، یعنی شنبه رو عید خودشون اعلام کردن، اونا هم به حال به اجتهادی که علمای منطقه کردن و ماه رو رؤیت نکردن عمل کردن و هیچ مشکلی هم نداره و هیچ جای اختلافی هم نیست. و همونطوری هم که قبلا ما گفتیم، هیچ کسی نمیتونه هیچ کدوم از علما رو متهم کنه که خدای نکرده ترسیدن یا تقیه کردن یا هیچی. اصلا بحث سیاسی هم در کار نیست، یک اجتهاد فقهی بوده. عده از علما در کردستان به حال اونا به این نتیجه رسیدن که عید بوده، عده دیگه هم در بلوچستان و جنوب به این نتیجه رسیدن که عید نبوده. و این چیز به حال یک چیز منطقی و علمی و شرعی و هیچ جای اختلاف و دو دستگی و یعنی جای بحث نداره که اصلا ما بیایم خدای نکرده دو دستگی رو در بین جامعه اهل سنت به خاطر مسائل فقهی ریز ایجاد کنیم. ولی یه مسئله هم هست، خیلی از ائمه جمعه الحمدلله بله. نسبت به ممانعت های حقیقی که صورت گرفته مثلا در کلان شهرها، توی تهران، توی اصفهان، تو برخی از شهرهای بزرگ دیگه، مثل ممانعت های واقعا بوده. یعنی بله. حتی از پارسال هم بود که نماز عید مثلا مردم می‌خواستن برن و مواجه شدن که بوده. نه، مسیرهای ورودی نیروی انتظامی بسته، اصلا اجازه نمیدن که تو منطقه وارد بشن. بعد میگم که شما مجوز بگیرید. مولانا عبدالحمید سخنرانی کرده بود تو نماز عید، گفته بود که ما مجوز رو برای زمانی باید بگیریم که بالاخره تو یک مسجدی، حالا یعنی تو یک محلی میخوان نماز بخونن که حالا از لحاظ دولتی اشراف خاصی هست، مسئله حساس امنیتی هست، تو پارکی مثلا میخوان برن نماز بخونن، تو ورزشگاهی میخوان برن نماز بخونن، ولی تو یک مصلا، تو یک مسجد، تو یک نمازخونه که قبلا هم برای همین مورد انتخاب شده و دارن توش نماز میخونن، اونجا دیگه چه نیازی هست که ما بیایم مجوز بگیریم که بیایم حتما بر اساس مجوز اونجا نماز خونده بشه. و این نکته بود که من گفتم در تو با تو سخنرانی مولانا عبدالحمید وجود داشت و حتی ایشون گلایه کردن و گفتن که متاسفانه جناب آقای روحانی نتونسته به وعده های خودش نسبت به اقوام و اقلیت های ایران و عمل بکنه، جامعه عمل بکنه. ایشون وعده دادن وقتی اومدن، دو سال داره میگذره ولی نتونستن نسبت به وعده های خودشون اون وعده ها رو در واقع محقق بکنن. همچنان فشارهای مذهبی وجود داره تو ایران برای اهل سنت، ولی تا الان نتونستن کار خود درستی انجام بدن. حبیب تقریبا یه سری از عکس‌ها آماده است، اگر دوستا تا فرمان تصویر لپتاپ منم اشاره بکنم به این موضوع که دوستانی که علاقمند هستن تو مسابقه شرکت بکنن یا علاقمند هستن که عکسای خودشون بفرستن، شماره ها زیرنویس میشه، با همین شماره برامون ارسال بکنن. برخی از عکسایی که تا الان به دست ما رسیده همینا هست که حسن نشون میده برامون. بله، این از اتاق فرمان از برنامه دیشب گرفتن تصویر. عکسای دیشب هست؟ نه، اینم از کردستان فرستادن. به به، معلوم از کجاست ولی خیلی قشنگی بعضی از عکسا. اینم از سفره قشنگشون، سفره ایده. کاش مینوشتن مال کدوم منطقه. آره، اگر بنویسن بهتر هست، دوستانی که عکساشون علاقمند هستن پخش بشه اینجا، مردم سفره ایدشون رو ببینن، آداب رسومشون رو ببینن، عکسایی که میفرستن اینا رو بهتره که بنویسن مال کدوم آره. منطقه است. به هر حال اینجوری بهتره برای بینندگان عزیزمون. اینم دو تا جوان خوشتیپ عکس خودشونو فرستادن. دو تا خیلی خوشتیپ، بعد دو بار فرستادن. خوبه، علاقمند هستن دوستان، همیشه ارسال میکنن عکساشونو. من سفره‌های رنگارنگی هم فرستادم. بله، این هم یه بچه احتمالا ایدیشه، این موتور رو بهش ایدی داده باشن احتمالا. احتمال داره. به به، این بیسکویته، این کیکه فکر کنم بالاشو تزیین کرده اینا رو خودشون درست نکرده. نگاه کن پایینش. آره، از اینترنت گرفته اینا رو. این نگی نفهمیدی ما. نه، این دیگه اینترنتی نیست. نگاه کن بچه خوشتیب، خوشگل. به به، این مال سقزه. از کجا میدونی؟ راستی خوبه که توضیح در این زمینه بدین. یه عکسای فرستاده بودی برای من، من متوجه نشدم دقیقاً بله. جریانش چطور بود. بارونایی بوده، فارون فصلی تو منطقه ما هم بلوچستان هم بارون زیاد اومده. بله. یه حتی یه نفرم کشته شده تو نهر، مثلا شنا خوب بلد نبوده، بارون زیاد اومده بود اینا. والا من بزن اول عکسا رو ببینیم، فکر کنم بعدش خوبه که بعد توضیح هم بدی درت باشه. هم لباس بلوچی هم سوزندوزی. به به، سفید هم هست. اینا در واقع بهش میگن عکس بانوری. میدونی بانوری یعنی چی؟ نه، یعنی عروسا بیشتر میپوشن لباس سفید. البته نه این رو، ولی اون خیلی سفیدتر هست. اون
اینجوریه. بارون هم حبیب دیروز، یعنی تقریبا از نزدیکای عصر و اینا تقریبا دیگه هوا ابری شد، بعد شروع به باریدن خیلی شدید، یعنی بارش خیلی عجیبی اتفاق افتاد. تقریبا کل بارش هم نیم ساعت طول کشید، ولی ماشاءالله دیگه تو سقز در ظرف نیم ساعت ولی دیگه یه سیلاب عجیبی به راه افتاد و به هر حال خسارات خیلی زیادی هم به ماشین و موتور و این چیزا به هر حال به بار آورد. البته بعضیا، من یه خبری هم شنیدم ولی نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، اگر دوستایی از سقز بتونن تماس بگیرن و اخبار دقیقا به ما بگن که بسیار عالی. من شنیدم حتی 3 نفرم کشته داده اگر صحت داشته باشه، البته نمیدونم دقیقا، ولی به هر حال دیگه بارشی بود، امتحان و ابتلای الهی بود، از اون طرفم نعمتی بود برای کشاورزا. البته با این شدت واقعا یعنی حجمش خیلی شدید بود، حتی بعضی از مردم قایق آورده بودن داخل خیابونه دیگه قایق سوار می‌کردن. فکر کنم عکسش دیده بودم، حتی ویدیوش هم درست کرده بودیم. خب اولین تماس ما آقا عمر عزیز از تاجیکستان، از بلوچستان در خدمتتون هستیم. آقا عمر عزیز، آقا عمر صدای تلویزیونتون رو کامل ببندید. آقا عمر دوستان صدای شماره رو هم زیر نیست کنید که داشته باشیم، من کمتر دارم می‌بینم. آقای عمر بفرمایید، ولی صداتون خیلی خورده خوب نیست، خیلی دوره، انگار از تا چا میاد. قطع شدن. خب آقا عمر، ما به شما تبریک میگیم، به هر حال هدف شما این بود که شما زنگ بزنید و تبریک بگید، ما به شما تبریک میگیم به خانواده محترمتون. نمیدونم از کدوم شهر بلوچستان بودید، به همون شهر و منطقه و استان بلوچستان من تبریک خیلی فراوان دارم خدمتون. خب تماس بعدیمون کی هستن؟ اگر دوستا تفرمان تماس ها رو وصل کنه. خب به ترتیب اگر تماس ها رو وصل کنن، ضمن اینکه با اساتیدم انشالله در تماس باشن، استاد زهرابی، استاد ملایی، استاد حسینی و دیگر اساتید، انشالله اونا هم تبریکات خودشون رو در آخرین شب برنامه داشته باشن. من اشاره کردی به این عکسایی که فرستاده بود، خیلی برام جالب بود که حتی یعنی قایق فرستاده بودن داخل. بله. چی؟ من داشتم میگفتم که منطقه ما یعنی بارون فصلی بوده، الان تو منطقه سرباز حتی سیلاب اومده بود به شدت، یه نفر هم ظاهرا غرق شده، ولی حالا میگن که شنا بلد نبوده. چه خبری که ایسناب پخش کرده بود، نوشته بود که مرگ پر از ابهام نمیدونم فلان، یه جوری خیلی نوشته بود، من گفتم شاید کشته شده، تیراندازی شده. ولی هر حال مرگ مرگه و در حال ناراحت کننده هست، ولی من خبر خوندم نوشته بود که چون شنا بلد نبوده این سیلابی هم که اومده متاسفانه نتونسته خودشون نجات بده. تا فرمان اشاره میکنن که بیننده پشت خط داریم. خب اگر سری دوم من خیلی من عکسام فرستادم برات. بله. اگر ممکن هست بعد از اینکه حالا عکسام پخش کردی یا قبل از اون یه توضیح در رابطه با خود مسابقه هم بدید، بعد خیلی از دوستان که تا الان تازه اومدن به ما پیوستن تازه برنامه من... میبینن، شاید دیدن ندونم، من خودم هم زیاد تا الان مسابقه زیاد حرفه‌ای نشدم تو کارشون. خب اگه دوستان تصویر مسابقه رو بدن، جدول مسابقه رو بدن، من روی تصویر جدول مسابقه توضیحات لازم و کافی رو انشالله خواهم داد. این جدول مسابقه ما 16 تا خونه است، پشت این 16 تا خونه یه عکس بزرگ پنهان شده، شما میتونید زنگ بزنید و یکی از خونه ها رو انتخاب میکنید. هر خونه ای که انتخاب میکنید پشتش یه سوال هست، سوال رو اگر تونستید جواب بدید قسمتی از عکس برای شما نمایان و ظاهر میشه، و اگر بتونید عکس بزرگ یعنی همونی که پشت این 16 خونه است تشخیص بدید 160 امتیاز برنده شدید، و اگر هم به 3 سوال پاسخ ندید در طول مسابقه از مسابقه حذف خواهید شد، و اگر 50 امتیاز هم کسب کنید و بعد حذف بشید باز به رسم یاد بود از طرف شبکه جهانی نور براتون هدیه‌ای ارسال خواهد شد. سوالات هم سوالات بسیار یعنی ساده هستن، زیاد سخت نیستن، فقط کافیه مقدار دقت کنید. من سعی میکنم یه جورایی راهنماییتون کنم، به هر حال با هم کنار میایم. منتظر تماس‌های شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود. تا الان دوستانمون چقدر تونستن که برنده بشن تو مسابقه؟ والا الحمدلله خیلی خوب، یعنی مشارکت‌ها خوب بوده و یعنی بعضی از بینندگان یعنی چندین بار زنگ زدن و شرکت کردن و برنده هم شدن. چندین بار یعنی تو ماه مبارک رمضان هم تو هم تو ماه مبارک رمضان هم تو این 2 روزی که برنامه داشتیم. بهترین تجربه چی از مسابقه؟
والا مسابقه به هر حال چیزای خیلی جالبی داشت در کل، یعنی یه سری اطلاعات عمومی و اطلاعات دینی خودم هم اضافه شد، خیلی از سوالات رو من خودم نمیدونستم، برای خودم هم تازگی داشت. بعضی هم که خیلی سخت بود، بعضی هم سخت بود دیگه، مثلا هیدروژن فیزیک و شیمی مخلوط میشد. ولی در کل خوب بود، در کل یعنی واقعا هم تجربه خوبی بود برای من و هدف مسابقه هم همین بود که ما بتونیم یعنی مقداری به اطلاعات دینی و عمومی مردم اضافه کنیم. من از چند تا سوال هم دارم، فقط اشاره بکنم دوستان که بعضی دارن به این تبلت تماس میگیرن، این شماره که الان زیر نویس شده به این دارن تماس میگیرن، این شماره تماس نیست، این شماره فقط برای ارسال عکس و ارسال مطالبی که شما میخواید تو برنامه پخش بشه. یعنی اگر مطلبی دارید، عکس بیشتر، عکسای از بچهایی که اونجا هستن تو خونه، از سفره ایدی که دارید، فیلم هم میتونم از حتی ویدیوهای خیلی کوتاهی که خودتون از خودتون درست کردید میخواید پخش بشه، ولی به این شماره لطفاً تماس نگیرید. تا فران لطفاً شماره خود تماس رو بگذارید که دوستان بدونن که هم شماره تماس رو بذارید هم شماره پیامک رو، که مخلوط نشن این دو تا شماره که بعضی نمیدونه. واقعا همین الان من دستم شماره دارن تماس میگیرن که کار ما رو با اختلال مواجه میکنن. تماس هم اگر با اساتید برقرار شد دوستان اتاق فرمان حتما اعلام کنن که بتونیم تبریکات اساتید عزیزم داشته باشیم. در رابطه با مسابقه داشتی میگفتی که تجربه حداقل فکر کنم تجربه جالبی بود، یعنی بله. بعد مدت اولین بار بود که مسابقه رفته بودیم، منم یه بار مسابقه رفتن، برای من تجربهش خوب بار اول بود. مسابقه اسمش بود سی شب سی سوال، مال ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان بود، مال 3-4 سال قبل بود. سی شب سی سوال، حتی من میخوام اینو به عنوان سوال حتی مطرح بکنم از بینندگان، فکر کنم نمیتونن تکرارش کنن، تلفظش کنن، تلفظش بهم بگی مثلا 10 بار بگو سی شب سی سوال، سی شب سی سوال، اگر چپه نگفتن. خب اولین تماسمون آقای ابو حمزه از جاسک برای شرکت در مسابقه زنگ زدن، در خدمتتون هستیم. آقا ابو حمزه عزیز سلام، خسته نباشید، مبارک. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، عید شما مبارک. آقا ابو حمزه عزیز در خدمت شما هستیم با مسابقه خوبی. خواهش میکنم، شما خوبی سلامتید؟ قربان سلامت باشی. اول رمضان به شما هرچی زنگ زنم دیگه محفظ نشلم. والا حجم تماس ها چون زیاد بوده، یعنی باور بفرمایید دیشب یکی از بیننده های یعنی همیشگی ما آقا مهدی بودن، میگفت من از ساعت 10 نزدیک به 200 بار زنگ زدم ولی نمیتونستم متاسفانه وصل بشم، دیگه آخرای برنامه تونستن تماسشون وصل بشن. و در خدمت شما، والا کامل خسته شد داخل ما رمضان دیگه خسته. خیلی تماس ها زیاد بوده دیگه حتما. خب آقا ابو حمزه دوست دارم قبل از اینکه مسابقه رو شروع کنیم یه تبریکی با لهجه شیرین جاسکی بگید به همشهری های خودتون. باشه در خدمتم. بفرمایید. من کن بچه هرکی بچه نور هست کن سلام عرض کنم بله بله بگید، ادامه بدید، ادامه بفرمایید. همین خدا سلام کنه بچه نور هر چی شبکه نور مقرر بکنه هر چی پشت صحنه هر چی دادن که کل سلام عرض کنم کل بلوچستان و بال فارس بر توجه بس فقط به بچه های نور سلام میفرستید، یعنی برای بیننده های ما هیچ سلامی ندارید، تبریکی ندارید؟ نه همه از مال کلمه همه از بچه سلام بکنن، یعنی فقط مخصوص این صحبتاتون مخصوص شبکه هاست دیگه، با این حساب به مردم و بیننده عزیزمون که دارن برنامه رو میبینن چی؟ نه آقا بریم سراغ مسابقه تا میخوای شرکت کنی تو مسابقه دیگه. خب بسیار عالی، بریم سراغ مسابقه. تصویر جدول مسابقه رو بدن تا بریم سراغ مسابقه. کدوم خونه رو میخواید؟ خونه هفت. هفت خونه هفت و سوال شماره هفت برای آقا ابو حمزه عزیز. بله. روز حج اکبر به کدام روز اطلاق میگردد؟ روز حج اکبر به کدام روز اطلاق می گردد؟ روز اکبر
حج اکبر، حج اکبر. به چی میگن حج اکبر؟ چه روزی رو میگن حج اکبر؟ چه زمانی پیش میاد؟ عید فطر نیست. ای بابا. نه دیگه وقتتون تموم شد. وقتتون تموم شد. حج اکبر رو میگن. باید سریع بگید. نه نه نگاه کن نگاه کن کاری به تلویزیون نداشته باش، فقط از طریق گوشی باید با ما در ارتباط باشی. کاری به تلویزیون نداشته باش. چند ثانیه است؟ 30 ثانیه. 30 ثانیه شو میگی 7 دقیقه دیگه مونده بود. کجا 7 دقیقه؟ 30 ثانیه. نه 7 ثانیه منظورش بوده. مشکلی نیست. مشکلی نیست. یه سوال دیگه انتخاب کنید. باشه بله خیلی به ما کمک کنی. ما حتما حتما بگو. خوش شیش. شیش خونه شماره شیش و سوال شیش. اشعه‌ای که برای بازرسی وسایل مسافران هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد. تو فرودگاه میری وسایل از زیر یه اشعه رد میشه. اون اشعه اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ یکی از حروف انگلیسیه. نگاه کن اشعه یکی از حروف انگلیسیه. این دیگه خیلی ساده است. جز آخرین حروف انگلیسی هم هست. آخرین حروف انگلیسی. جز آخرین حروف انگلیسی. چی وای زد؟ میگن چی وای زد؟ همون چی؟ اولی چیه؟ تموم شد وقتتون. چی گفتید؟ نمیدونم. انگلیسیتون خوبه؟ متاسفانه. نه انگلیسی انگلیسی حتی حداقل حروفشو میدونید حتما. اون نمیدونم حالا شما. پس هیچی دیگه. اشعه ایکس بود. اشعه ایکس بود. مشکلی نیست. یه سوال دیگه انتخاب کنید. خب ما کمک کنید دیگه. ما سوال بسید. شماره ده. شماره ده خوبه. سوال شماره ده. ده. فرشته مسئول رزق و روزی چه نام دارد؟ فرشته مسئول رزق و روزی چه نام دارد؟ چی فرشته؟ فرشته ای که رزق و روزی رو میاره. اون فرشته رو چی میگن؟ اسمش چیه؟ ما فرشته های زیادی داریم. چیه؟ جبرئیل، میکائیل، اسرافیل. میکائیل چیه اسمش؟ چیه؟ اسمش چیه؟ جز چهار تا فرشته مطرح و معروفه. نه میکائیل چی؟ اسمش چیه؟ میکائیل چی؟ بگو میکائیل. بگو بگو میکائیل. ای بابا نگفتی دیگه. نگفتی. گفت یا نه آخرش تو فرمان؟ بابا خیلی اشاره کردیم دیگه. واقعا اسمشو گفتیم. هم اسمش گرفته میکائیل. خب همه فرشته ها رو بگید. خب نمیشه دیگه. یکی باید آقا قبول میکنیم. مشکل نیست. بابا یه دونه شو قبول میکنیم. قبول میکنیم. این 10 امتیاز برای شما. دست تا در وقت. سوال بعدی. خب بازش کنید و چی کنن؟ خیلی ما کمک کنید مثل دیشتر یک از آیدن خوبون شاخه اصلا نمیدونید شما کنید سوال کردید. خوبه. یه سوال دیگه انتخاب کن ببینیم چی میشه. شماره 11. 11. سوال شماره 11. عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. یه نفر رو ربط میدن به یک کشور دیگه یا به کشور خودش. میگن این چیه اون کشور رو داره؟ چی داره من نشنیدم. مثلا شما میرید یک کشور اروپایی، اونجا چیه اون کشور رو میگیرید، اهل اون کشور میشید؟ خیلی ساده است. نه ساکن میشید. نه ساکن میشید ولی چیز رو میگیرید از اونجا. تابع اونجا میشید. چی میگیرید؟ تموم شد. ای بابا وقتتون تموم شد آقای ابو حمزه. ابو حمزه کنار نمیایی، راه نمیایی. میگم با ما با این برنامه زیاد حالا نمیتونی از روح خود همین عکس تشخیص بدی چی حداقل؟ نه نمیدونم. سوسکه چی؟ ساکن نیست. چی نیست؟
چی نیست؟ کنه نیست؟ گیره؟ بله بله. نه گیره نیست، خوب دقت کن ببین چیه. نمیدونم شما خواهد یه اسم بگو بپا اسم بگو یکی بس میگه چیه. شما دیشه شهره که من کردی به یه یارو میگه دو تا رو بگید من یکیش رو میگم چیکار کنیم دیگه؟ فکر کنم آقای ابو مصعب، نه ابو حمزه، آقای ابو حمزه دیگه تقریبا از چند تا سوال شما تقریبا هیچ کدومش جواب ندادید، ما یکیش رو قبول کردیم و دیگه فکر میکنم اگر راهنمایی واقعا کردیم ها، یعنی مثلا حروف انگلیسی شما بلد نبودی ولی ما راهنمایی کردیم، گفتیم جزء 4 5 تا حروف آخرشه، حتی گفتیم فلان وای زد، یعنی قبلش میشه دیگه ایکس، دیگه ایکس وای زد، شما نگفتید دیگه، نمیتونیم دیگه چیکارش کنیم دیگه. متشکریم از شما آقا ابو حمزه. حالا ببینیم بیننده‌های دیگه مون چیکار میکنن. خب اگر تماسی نداری من عکس‌ها رو نشون، آره من یه سری عکس مجموعه فرستادم. خب من اینا رو نشون از بدم. از کردستان، از شهرهای مختلف. عکس‌ها رو اگر نشون بدن دوست تا فرمان. باز هم عکس همچنان داره میاد، ما بفرستیم براتون که همون جوان خوشتیپه در یک نمای دیگر. به کارشناسان عزیزمون هم تماس بگیری، به استاد زهرابی که باهاش صحبت کردن. کیکی درست کردن حبیب، کیک رو نگاه کن. به به، این هم ظاهرا ساخته شده با گوشی موبایل، مثل کارت پستال آجیل و شیرینی و به به به. خیلی خوب میشد که اسماشونو میگفتن آره. از کدوم منطقه هستن، گرچه برخی ها گفتن من از سر پل ذهابی از این فرستاده بودن. اینجا هم چون واتساپه هی گم میشه. سفره های خیلی خوشمزه ایه. تو سفره نه غذاش دیگه ما. حالا خیلی خوب میشد که مثلا این شیرنی ها هم بعضی اسمشون میگفتن که این شیرنی ها چیه، مخصوص آیا ایام میگم. من مطمئنم حبیب اگه بینندگان میتونستن اینا رو بفرستن برامون میفرستادن همشون، یعنی برام این همه چیا رو میگی؟ خوردنی ها رو؟ آره اکساشو نمیگم، اکساشونو که فرستادن دیگه. آقا این بچه کوچیکه فرستادن، نمیدونم از کجا ننوشتن از کجا بودن، والله من یادم نیست اینا زیاد داره میاد عکس، من دارم اینجا دانلود میکنم میفرستم برای خودتون. ماشاءالله دختر بچه خوشگل این رو نگاه کنید، نوزاده ماشاءالله، خدا حفظش کنه، خدا حفظش کنه انشاءالله. به به ماشاءالله ماشاءالله، خدا حفظش کنه. یکیشون هم نوشتن این پسر کوچیک من محمد امین هست که دارم دوباره عکساشو میفرستم، فکر کنم همون لباس عربی پوشیده بود، دستشو بلند کرده بود. دیدم یک سفره، فکر کنم این صبحونه یا نهاره. صبحونه و نهار ماشاءالله، یکی از این دوتا هست بالاخره. اینم یک سفره رنگین دیگه. نه میگم حبیب، فقط میگن چی بهش میگن، تاجیکستان سفرهشون رنگی نیست، مناطق ایران هم دیگه نگاه کن چه سفره رنگی دارن. بخشی از اینه که فرستاده بودن مال تاجیکستان بودن. دیشب از اینم از تاجیکستان بود، نمیدونم یه خونه چی بود فرستاده بودن، برای اجاره بود چی بود فرستاده بودن. دیشب اتفاقا از تاجیکستان ما خانم مدینه زنگ زدن، ایشون گفتن که برای عید در تاجیکستان سفره خیلی طولانی و دراز به هر حال پهن میکنن، سه روز دیگه انواع خوراکی و تنقلات و شیرینی اینا میذارن، البته عوضش میکنن، یعنی اگه تمام شد چیز دیگه جایگزین میذارن، بعد مردم میان دیگه، هر کسی اومد برای عید دیدنی بر حال سر سفره میشینن و بر حال دلی از عزا در میارن. اتفاقا من یادم هست که پارسا خانم مدینه شرکت میکردن تو مسابقه. بله. خاطرم نیست مسابقه چه شکلی بود دقیقاً، ولی تو مسابقه شرکت کردن و برنده شدن. بله. یعنی یه سری گفته بودن ایام عید بود، گفتین عکس بفرستید، بهترین عکس رو ما به قید قرعه برندهش میکنیم، برنده اعلامش میکنیم، و همینطور هم شد، ایشون برنده شدن، بعدش جایزه شون هم بخشیدن را به شبکه، گفتن که ما جایزه شون نمیخوام، صرفا به خود شبکه شرکت کردن، ولی سفره خیلی قشنگی رو داشتن. نمیدونم دیشب عکس فرستاده بودن مجددا. والا فکر کنم فرستاده بودن چون ماه چیز میکرد عکس رو، خودشون که تماس گرفتن عکس هم فرستاده بودن، فکر کنم از اونجا هم تو افغانستان هم دقیقاً همین رسم است، یعنی میان یک سفره دراز و طولانی به هر حال پهن میکنن، بعد انواع خوراکی و غذا میذارن، بعد هر کسی بیاد به هر حال دیگه سر سفره میشینه و واقعا عید روز خوشحالی، همه خوشحال میشن و بعد به کوچیکترها عیدی میدن و دیگه خاطره خوبی واقعا تو ذهن همه میمونه روز عید. یکی از دوستانم، یعنی یکی نه بلکه من دارم الان پیام رو چک میکنم، چندین نفر تا الان نوشتن که میگه ما خیلی از
عکس ها چندین روزه میگه ما پشت خطیم و داریم تماس میگیریم برای اینکه تو مسابقه شرکت بکنیم ولی موفق نشدیم. من فکر میکنم این هم برمیگرده به خاطر اینکه موج زیادی داره اینجا پشت خط قرار میگیرن که تماس بگیرن به برنامه. بعضی وقتا همین هم اختلال ایجاد میکنه، تماس هیچ کدومش هم وصل نمیشه. احیانا این مسئله پیش میاد، به این خاطر ما حداقل باید این عذرخواهی رو داشته باشیم از شما که احیانا اگر همچین مسئله پیش اومد و شما پشت خط موندید ما رو حلالمون کنید، مخصوصا که ایام عید هست، چون تماس ها بعضی وقتا واقعا زیاد هست و این حتی تداخل هم ایجاد میکنه. بعضی از بیننده هایم پشت خط هم میبینم ما مجبوریم که ببینید مثلا دوستانی دارن تماس هم میگیرن به همین شماره، من تقاضا دارم که به این شماره تماس نگیرن و شماره ای که برای تماس گذاشته شده اتاق فرمان تماس شماره رو بذارن که کسانی با اون شماره تماس بگیره، با اون شماره زنگ بزنن و بتونن تو برنامه مشارکت بکنن حداقل. خب تماس ها رو بگیریم، یه سری از تماس های تبریکات رو بگیریم فعلا، بعد میایم سراغ مسابقه. تماس تبریکات، تماس هایی که برای تبریکات، این تماس ها رو بگیریم فعلا، بعد انشالله ببینیم دوستای برای مسابقه هم کسایی اگر بودن اونها رو هم مشارکت میدیم. بیننده اولمون از کجا هستن؟ دوستای تا فرمان، خانم شیما در خدمتتون هستیم. خانم شیما بفرمایید، صدای شما رو داریم. خانم شیما سلام دارم خدمتتون، عید و خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستیم. ممنون. همچنین از کدوم منطقه هستید شیما خانم؟ سرپل زهاب دشت زهاب. از سرپل زهاب دشت زهاب، ماشاءالله دشت زهاب یاد، یعنی تو این رمضان دیگه آدم نمیدونه چی بگه، یعنی اصلا کم نذاشتن دیگه، شب و روز زنگ میزدن زنگ میزدن. خب شیما خانم با لهجه خودتون همون دشت زهابی یا سرپل زهابی ایدو به هم منطقه یای خودتون تبریک بگید. مگه لهجه سرپل زهابی با بقیه فرق میکنه؟ خب زبان کردی یک زبانه دیگه، زیرمجموعه زیاده، لهجه های مختلفی داره. خوبه، پس در خدمت شما هستیم، بفرمایید. مام ایده به شما تبریک، خیلی مختصر و مفید. ممنون از تماستون شیما خانم، خدا یار و نگهدارتون. اتفاقا این ویدیویی که گفته بودید که دارن تو سقف شنا میکنن رو فرستادن فکر کنم اگه اشتباه نکنم، دیشب پخش کردیم اتفاقا. این پخش کردین. خب تماس بعدیمون کی هستن اگر بفرمایید؟ خب سری تماس ها رو وصل کنید، ما خودمون میپرسیم که از کجا هستن. بیننده پشت خط، بله بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله، شما روی ایر هستید دوست عزیز، شما وصل شدید به استودیو، در خدمت شما هستیم. آقای دوست عزیز صدای منو دارید؟ بله. شما الان وصل شدید به استودیو، روی ایر هستید، در خدمت شما هستیم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام علیکم. علیکم السلام. السلام و رحمت الله و برکاته. علی هستم از کرمانشاه تماس میگیرم. خیلی خوش اومدی آقا علی. علی عزیز در خدمتتون هستیم، میخواید تبریکی بگید یا تو مسابقه شرکت کنید؟ آقا خلیل. آقا خلیل، آقا خلیل در خدمت شما هستیم. آقا خلیل، منم به نوبه خودم این عید فطر رو به تمامی مسلمین جهان تبریک میگم و به شما بدن گرامی. ما هم به شما تبریک میگیم آقا خلیل عزیز، به شما و خانواده محترمتون و تمام دوست و اقوام و خویشاوندانتون انشالله عید پرخیر و برکتی باشه برای همگی مسلمانان. انشالله. ممنون از تماس شما آقا خلیل عزیز از کرمانشاه با ما بودن. من برای مسابقه شرکت کردم استاد. برای مسابقه آقا خلیل شرکت کردن. خب چیکار کنیم الان؟ خب خوبه یه سری عکس میبینیم، بعد آقا خلیل شرکت کننده بعدی ما خواهند بود. تصویر لپتاپ بدن، این سری عکس هم با هم ببینیم، بعد آقا خلیل رو شرکت میدیم در مسابقه. به به، عکس کردی این لباس؟ بله کردی. ایشون فکر کنم گفتن که از سر پل ذهاب اگه اشتباه، این دختر خانم؟ آره فکر کنم اینا هم از جنوب ایران. نه جنوب، با حناکاری ها مشخصی از جنوب. لباساشون هم تقریبا سفره رو تا به کجا کشیدن ماشاءالله. مهمون احتمالاً زیاد میاد خونهشون. اینم از نماز، احتمال نماز عید باشه شاید. چون تو مناطقی نماز عید و تو مساجد میخونن دیگه. تو کردستان اینجوریه، تقریبا مصلا نمیریم ما.
مسلا خب. ولی تو منطقه ما الحمدلله ممنون از میرن تو بیشتر مسلا شرکت میکنن. من یه ویدیو هم یه نفر فرستاده، حالا ببینم چی هست ولی میفرستمش. خوبه. بس آقا خلیل پشت خط هستید؟ آقا خلیل در خدمتم. آه بسیار عالی، بسیار عالی. دوست داری تو مسابقه شرکت کنید دیگه، درسته؟ بله روش مسابقه هم که میدونید. بله دیگه خیلی بسیار عالی. بسیار عالی. پس بریم تو کارش. بریم تو نخ مسابقه. کدوم خونه رو میخواید؟ شماره 7. شماره 7 و سوال شماره 7 برای آقا خلیل. از خلفای راشدین که توسط ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام آورد. از خلفای راشدین که توسط ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام آورد. کی بود؟ حضرت عثمان رضی الله عنه. کسی دیگه این نیست؟ نه خیر. جوابتون درسته، 10 امتیاز برای شما. سریع بریم سراغ خونه بعدی. خونه شماره 6. خونه شماره 6 و سوال 6. گازی است بسیار سمی که بر اثر سوختن ناقص کربن به وجود می آید. گازی است بسیار سمی که بر اثر سوختن ناقص کربن به وجود میاد. چی بهش میگن؟ گاز سمی. نه گاز سیه. چی؟ دیوکسید کربن. نه دیوکسید کربن هم نیست، بگو یه چیز دیگه. مونو اکسید کربن. چی؟ اولش مونوه. مونو اکسید کربن. مونو اکسید کربن. راهنمایی از این دیگه واضح‌تر. 20 امتیاز برای شما. مونو اکسید کربن با فرمول شیمیایی CO2 برای کسایی که نمیدونن بدونن. بسیار عالی. 20 امتیاز تا این لحظه آقا خلیل از کرمانشاه به دست آوردن. میتونید از رو عکس تشخیص بدید چیه؟ هنوز نیامده. خب بذار من از حبیب بپرسم. حبیب خدا میدونی چیه؟ چیه آنه؟ چیه سیما جورایی چی رو گرفتن دستویره؟ خب سوال بعدی و انتخاب بعدیتون کجاست؟ شماره 2. شماره 2 و سوال شماره 2. به حدیثی میگویند که اول سند آن حذف شده باشه. به حدیثی میگن که اول سند آن حذف شده باشه. منقطع. نه منقطع نیست. معلق. احسنت ماشاءالله. شما چقدر اطلاعات عمومیتون قویه. ماشاءالله بسیار عالی. بارک الله فیک. 30 امتیاز برای آقا خلیل. از کجا میدونستید آقا خلیل جواب این سوالو؟ احتمالاً علوم حدیث خوندید. خونده بودم استاد. ماشاءالله. نه خیلی عالی، خیلی خوب جواب دادید. بارک الله. خب بریم سراغ یه سوال دیگه. خونه کدوم خونه رو میخواید؟ تصویر نیامده استاد. خونه های یه خورده صبر کنید پس تا تصویر بیاد. خونه شماره 3. خونه شماره 3. 3. سوال 3. یک روز چند دقیقه است؟ یک روز چند دقیقه است؟ یعنی از اون سوالات. اینا ببینید چطور پرسید. یک روز چند دقیقه است؟ سریع ماشین حساب بیار. تا شما ماشین حساب رو بیارید با موبایلتون حتی قفلم داشته باشه باز کنید موندید. سریع 1400 و چقدر؟ 1400 و 3000 نیست. 1400 و 1400 و چی؟ نه چی؟ نه بالاتر. نگاه کن هشتا. 24 ساعت. خب یک روز میشه، ضرب در 60 دقیقه کنی میشه 1440. حالا دیگه برای تو آسونه که جلو نکنی. اون لحظه که 30 ثانیه وقت داشته باشی سخت میشه یه خورده. یه روز میشه 1495. نه وقتتون هم تموم شد. 1440 میشه. وقتتون تموم شد. یه سوال دیگه انتخاب کنید. بله خانه شماره 1. استاد رسمان نمی کنید عیده. خب 10 رو انتخاب کن به جای 1. چند؟ 10. شاید بهتر میشه، مشخص تر میشه دیگه. شماره 10 و سوال 10. مجری مراکه
خطرناکترین صندلی درون اتومبیل است. خطرناکترین صندلی داخل اتومبیل کدومه؟ وقتی تصادف میشه کدومش بیشتر ضرر میبینه؟ صندلی جلو راننده. خب کدومش؟ صندلی جلو که آره، از کدوم یکیش؟ احتمال نمیدین پشت‌سر باشه؟ کدوم صندلی؟ شماره او یه. نه، صندلی کدوم صندلی؟ سمت راننده. درسته. سمت راننده. نه دیگه. چی گفت؟ گفتن سمت راننده، یعنی خود جایی که راننده میشینه. صندلی راننده یا کنار راننده؟ کنار راننده. نه دیگه، گفت شما گفتی صندلی راننده. گفت کنار راننده. حالا باشه، قبول میکنیم ازتون. صندلی کنار راننده خطرناکترین صندلی درون اتومبیل هست. البته اگر بر حال چیزی رو الله تعالی مقدر کرده باشه، بری تو جعبه عقب هم همه صندلی خطرناک میشن. چهل امتیاز برای شما. خب سوال بعدی. نه نمیتونن تشخیص بدن هنوز؟ تشخیص فکر نکنم بتونم. چیه این؟ این چی میتونه باشه؟ از پایین بالا. این توی همه نوشت افزاری ها هست. توی چی استاد؟ تو نوشت افزاری. چابگر نیست استاد؟ نه. روی حالا یه سوال دیگه. یه سوال دیگه انتخاب کنید. اگه بتونید راهنمایی بهتر میکنید. یه سوال دیگه انتخاب کنید. چیه؟ کدام خونه انتخاب کنید؟ آها، کدوم خونه رو انتخاب کنیم؟ کدوم خونه؟ خونه شماره 17 خوبه؟ 17 نداریم استاد. چی؟ 17 نداریم، راست میگه. خب کجا رو میخواید حالا؟ خودتون انتخاب کنید، چون تاثیر واضحه. 9 رو انتخاب کن دوست داری. شماره 9. شماره 9. سوال شماره 9. در احادیث نبوی این 10 روز برترین روزهای سال معرفی شده اند. کدوم 10 روز 10 روز برترین سال معرفی شده؟ دهه ذی‌الحجه. جوابتون درسته. منم مثل آقای کریمی بپرسم، مطمئنید؟ بله مطمئنم. خب 50 امتیاز برای شما. خب حالا تصویر مشخص شد فکر کنم دیگه، باید الان بتونید تشخیص بدید. هنوز نیامده استاد. الان میاد. امیدوارم تشخیص بدید دیگه. خیلی تو نوشت افزارم که گفتیم بهتون هست. استاد راهنمایی کنید. بابا خیلی راهنمایی کردم، میگم تو نوشت افزاری ها زیاده. باشه. یه راهنمایی من میکنم. روی میز اکثر کارمندان یا ادارات مدیرا یا این چیزا مثلا میزشون یه دونه از اینا هست. بگو سری دیگه، ساده شد. استاد اسمشون نمیدونم چی میگن. خب اونه ورقه چی سراغ میکنه؟ چیکار میکنه؟ ورقه رو سوراخ میکنه. نگاه کن نزدیک شدی ولی اون نیست. اونی که شما میگید برگه ها رو سوراخ میکنه برای اینکه باطلش کنه یا اینکه بندازه تو همون چیا گیره و اینا. گیر تو گیرا. این اون نیست. بله. ولی نزدیک شدی ها بهش. حالا چقدر وقت داره برای که بگن؟ چی نیست؟ منگنه. نمیدونم، اگه مطمئن هستید بگید منگنه است. اگه نیست بریم سراغ سوال دیگه. سریع فقط. استاد کریمی جان، شما اگر بگیم مطمئنی، من میگم مطمئنی. آقا من نمیگم. عجب گیری افتادی. من نمیگم مطمئنی. من میگم مطمئنید؟ انشاءالله مطمئنم. منگنه. حالا اگه نبود چی؟ من انشاءالله منگنه. خب بریم ببینیم اگه منگنه نبود. آقا بریم ببینیم تاثیر چیه. تاثیر تاثیر یک منگنه است. بهتون تبریک میگم، 160 امتیاز آقا خلیل عزیز برنده شدن. بهتون تبریک میگم آقا خلیل.
خیلی ممنون، منم از برنامه خوبتان خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. عمومی من زیاد. خواهش میکنم، خدا یار و نگهدارتون. آقا خلیل عزیز از کرمانشاه با ما بودن. خب تماسا رو بگیریم، اگر دوستای اتاق فرمان لطف کنن تماسای بینندگان هم بگیریم، تماسای تبریکات. خب استاد، خب استادهای شبکه فکر کنم احتمالا پشت خط باشن، ببینیم کدوم استاد اولین بر حال تماس. بسیار عالی. خب خب در حال تماس هم ظاهرن، درسته؟ بله. همچنان وصل نشدن هنوز. من خیلی از دوستان پیام میفرستن، مطلب میفرستن، حتی بعضی دارن سوال میفرستن که من باید بگم خدمتشون که نمیتونیم متاسفانه اینجا سوالا رو پاسخ بدیم، وقتی هم برای این کار نداریم، و اگر هم مطلبی میفرستن، چون مطلب خیلی دارن مطلب میفرستن، مطلب هم نمیتونیم بخونیم واقعیتش فعلا، چون ایام عید هست. فقط قرارمون بر این هست که عکس هایی که شما برامون ارسال میکنید، من اینجا میذارم رو دانلود، اون عکس ها رو میفرستم که حسن عزیز بخش کنه براتون نشان. و شما هم بتونید بالاخره عکس بچه هاتون، سفره هایی که درست کردید و از فرهنگ منطقه خودتون که در ایام عید دارید رو توی شبکه به نمایش بذارید. این یه فرصتیه که بتونید فرهنگ خودتون رو یا حتی سفره های خونه خودتون و شخصیتون رو معرفی بکنید برای مردم، حتی از بچه های کوچیکی که هستن، و امیدوارم که دوست دارن خودشون رو تو خودتون دوست دارن کاره. حالا این ولی مطلب و مطلب و نمیدونم از این موارد لطفا نفرستید. اگرم بتونید معرفی بکنید، بگید که بچه‌ای که فرستادید اسمش چی هست و یا از کدوم منطقه هست، باز هم بهتر خواهد بود. خب تماسمون برقرار شد دوستای اتاق فرمان. بعضی هم دارن عکس های چی میفرستن، عکس در واقع از اینترنت گرفتن دانلود کردن فرستادن. عکس ها شخصی بفرستید، عکس از اینترنت و از نمیدونم گوگل بفرستید دانلود کرده باشه، ما متوجه میشیم دیگه اینا تابلو انزاین. عکس های شخصی رو بفرستیم برامون از فرهنگ منطقه خودتون. خب اگر... تماسی داریم اتاق فرمان؟ دوستای اتاق فرمان اگه تماسی هست با اساتید کارشناسان از این من تماس بگیرید، یا اینکه تماس بینندگان عزیز من رو وصل کنید. من یک مجموعه عکس براتون فرستادم. بله من دارم دانلود میکنم یارو، پخش بکنید برای بینندگان، خیلی خوب خواهد بود. در یک چیه خیلی جالب پخش کردی؟ نه الان. در یک اتفاق خیلی جالب، یعنی من امسال به نظر من از هر سال قبل بیشتر این مورد واکنش نشون داده شده بود، مولوی محمد دهقان توی از علمای اهل سنت سراوان گشت. بله. یه مسجد دینی خیلی بزرگی هم هست منطقه سراوان، تو گشت بهش میگن دارالعلوم گشت تقریبا اگه اشتباه نکنم. اونجا ایشون در نماز عید صحبت کرده بودن، همچنین مولوی ایوب گهرامزهی مال ایران شهر ایشون هم تو نماز عید صحبت کرده بودن، مفتی عبدالصمد دامری از ایران شهر ایشون هم در نماز صحبت کرده بودن، مولانا عبدالحمید صحبت کرده بودن، مای طیب اشارت روی موضوعات داشتن. یعنی به شکل اجماعی من تو خیلی از مناطق دیدم که نسبت به مسئله ممانعت از نماز عید در مناطق سنی نشین مخصوصا در کران شهرها انتقاد کرده بودن. خب حبی جان، فکر کنم مدیریت شبکه جهانی نور جناب دکتر عبدالسلام ملایی پشت خط هستن، در خدمتون هستیم جناب دکتر، این تریبون در خدمت شماست. عید شما مبارک، ما هم در خدمتونیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدمت برادران عزیز و بزرگوارم آقای سعدی عزیز و آقای کریمی، خسته نباشید. سلام علیکم، بخیر. سلامت باشید. خدمت شما و خانواده محترم ادب و احترام دارم، همچنین خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی نور هر کجا که هستند بهشون خسته نباشید میگم، روزتون بخیر و عید سعید فطر بر همگان مبارک باد. ما هم به شما جناب دکتر تبریک میگیم و آرزوی اوقات خوب و خوشی رو برای شما و خانواده محترمتون داریم. جناب دکتر، دوست داریم پیام شما رو، پیام خاص مدیریت شبکه جهانی نور در این ایام مبارک رو برای بینندگان و به هر حال خود ما هم بشنویم و استفاده کنیم، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. عید سعید فطر زمانی داره اتفاق میفته که کشورهای اسلامی متأسفانه درگیر یک افراط‌گرایی
اسلامی یا به نام اسلام شده که داره تر خشک را با هم می سوزاند. پیام کوتاه و مختصر من به همه غیور مردانی که اسلام را دوست دارند و حقشون بر اسلام اینه که، یا به عبارت دیگر حق اسلام بر اونها اینه که اسلام را پاس بدارن و از اون نگهبانی کنن، چون دین خداست، اینه که چهره خوبی از اسلام ارائه بدن. اسلام دین میانه رویست که همیشه حامی حقوق انسانیت و حقوق بشریت بوده. بله. هر کسی میخواد اسلامش که خود نماینده به اصطلاح هر انسان مسلمان نماینده اسلام به زبان حال، قبل از اینکه لب به سخن بگشاید، هر کجا که هست نمادی از اسلام زیبا، اسلام انسانی، اسلام همه فراگیر و اسلام جامع و شامل باشد. اون چیزی که متأسفانه داره اتفاق میفته در کشورهای اسلامی و بسیاری از جوانان و نوجوانان غیور را به خودش جلب تر، تندروی هاییست، افرادگرایی هاییست که اسلام از آن مبراست. ما دوست داریم که به یک حرکت علمی و پویا و گویا که حقیقت را از لابلای آیات محکمات قرآن کریم و احادیث و روایات صحیح و مستند رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشه در آورد، اون را باید جستجو کرد و بر آن گردن نهاد و اون را دین خدا دانست و اون را به عنوان راه عبادت و راه صحیح تدین انتخاب کرد و دیگران را به اون دعوت کرد. هر نوع افرادگرایی محکوم هست به شکست. بله. دو دیر و چه زود. و اینه که ما میخواهیم از همه پیام بنده به همه بینندگان عزیز شبکه اینه که هر کجا که هستید از علم صحیح حمایت کنید، چون مبنای عمل صالح هست. رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر رحمت للعالمین، هر صبحگاه دعا می کردن اللهم اینی اسألوک علما نافعا و عملا صالحا و رزقا طیبا. و این هر سه به هم ارتباط دارد. اگر علمی نافع نباشد، عملا صالح نیست و رزق روزی انسان هم طیب و پاک نخواهد بود. ولذا بنده این رو مکررن تأکید می کنم که باید هر انسان مسلمانی به دنبال علم صحیح باشد، علم نافع باشد که بتونه عملش صحیح باشه، کردارش خداپسندانه باشد و زندگیش بر مبنای طیب و حلال اداره بشه. جزاکم الله خیرن، خیلی متشکریم از شما جناب استاد عزیز، جناب دکتر عبدالسلام ملایی، مدیر کل شبکه جهانی نور. متشکریم از شما. خواهش میکنم. شما هم خسته نباشید. خواهش میکنم. و همچنین بینندگان عزیز و علل خصوص دندانکاران در شبکه جهانی نور، اونهایی که پشت پرده هستند و دارن شبانه روز در این وقت عید و خصوص خانواده و خویش اقوام را کنار گذاشتن و در خدمت شبکه هستند، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خسته نباشید. خدا قوت. خدا یار و نگهدارتون. خدا حفظتون باشه. خدا حفظ. خدا نگهدارتون باشه. موفق مایید باشید. خب اگر یه سری دیگه از عکس‌ها آماده شده، اگر دوستان تفرمان لطف کنن تصویر لپتاپ بدن تا من این سری از عکس‌ها رو خدمت بینندگان عزیز پخش کنیم. این از بلوچستانه یا از جنوب؟ بله از بلوچستان. این که لباس عربی داره. بله عربی دیگه، کشورهای خلیج باشه احتمال داره. ما که تو ایران عرب هم داریم البته. این هم از بلوچستانه. بله کارتونکیه این، شبیه فوتوشاپی نباشه. تموم شد مگه که دوباره برگرده؟ این احتمالاً دوباره اومده. همچنان هست.
عکس دختر کوچولوی معصومم چجوری نگاه هم میکنه ماشاءالله. در روز عید به هر حال یه بار پخش کردیم میکنم خودشون رو قشنگ از این زاویه دیگه‌ای دارن پخش میشه. از کجا میتونه باشه این لباس؟ از بلوچستان بود یا از افغانستان؟ نه اون فکر کنم کردستان بود، فکر کنم نه از بلوچستان کرمانشاه، این احتمالاً مال جاسک و سیریک و منطقه بود. به به عجب. این عکس شبیه این نگاه این اینترنتیه، این اینترنتی دات کام نوشته روش لورا این هم اینترنتیه شبیه اون قبلیه. ما چتون رو گرفتیم نگه نفهمیدیم. این هم نگاه این از این اینستاگرام گرفتم. حالا گفتی از سفره خودتون بفرستید، نه گفتی از این اینستاگرام بگیرید. حالا خوبه که لو برین حداقل. خب اومدیم اول، متشکریم از شما. همچنان عکس دارم باشه بعدی میفرستن برقرار شده درسته دوستات افرون با قدرت. بعدیمون با استاد عبدالمجید زهرابی هستن، مدیر اجرایی شبکه جهانی نور. سلام دارم خدمتتون جناب استاد، عید به شما و خانواده محترمتون تبریک میگیم. در سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای کریمی و آقای سربازی عزیز. علیکم السلام. و همچنین خدمت بینندگان عزیز و بسیار گرامی. سلامت باشید. در خدمتتون هستم. ما می‌خواستیم که پیام شما رو امشب چون دوست داشتیم، چون دو شب گذشته از ایام عید، حالا برای ایران یک شب گذشته، روز دومشون هست، در واقع شب دومشون هست، ما دوست داشتیم که امشب پیام شما رو بشنویم. بله که بله. شما در ایام عید چه پیامی برای بینندگان عزیزمون دارید؟ بله، اولین تماس مستقیم بنده است با بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمتشون و این عید بزرگ رو به همه مسلمانان و فارسی زبانان جهان تبریک عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات، نماز، روزه و دعاهایشون رو دارم. امیدوارم که همه عمر و ایامشون پر از شادی و خوشی و عید باشه و عیدهاشون هم در مسیر رضایت و رضوان الهی قرار بگیره. ما یک ماه پر فیض رو پشت سر گذاشتیم و خیلی سریع گذشت از همه سالهای دیگه‌ای که ما رمضان رو گذرانده بودیم. اون سال با وجود گرمای زیاد خیلی سریع‌تر از هر سال دیگه‌ای گذشت و امیدوارم که تونسته باشیم درش طاعات و عباداتی رو با اخلاص و خلوص نیت انجام داده باشیم و مورد قبول خداوند واقع شده باشیم. آمین انشاءالله. اللهم آمین. متشکریم از شما جناب استاد عزیز از اینکه در برنامه مشارکت داشتید. کمال تشکر ازتون داریم. ممنونم از اینکه زحمت کشیدید و بنده رو هم در این جلسه بسیار گرم و صمیمیتون که با بیننده ها خیلی گرم و صمیمی نشستید و خیلی خودمونی ماشاءالله ارتباط برقرار می‌کنید و بیننده ها هم با شما خوب مد شدن به قول تعبیر امروزی و بسیار برنامه موفقی هست. بهتون تبریک میگم، خدا توفیقتون بده و امیدوارم همچنان برنامه شبکه جهانی بتونه خدمت های خوبی رو به جامعه فارسی زبان ارائه بده. امیدواریم. خدا یار و نگهدارتون. مؤید باشید. خدا نگهدارتون. آمار عکس هایی که داره میاد به شدت زیاد هست، ولی فکر میکنم که استاد حسینی هم پشت خط هستن. خیلی 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 خوش اومدی استاد حسینی عزیز. استاد سید منصور حسینی پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله، عید به شما تبریک میگم استاد عزیز و در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات و خیلی ممنون. عید شما هم مبارک، همچنین عید بینندگان عزیز و محترم در هر جا از دنیا که هستن، عیدشون مبارک باشد و با آرزوی قبولی این طاعات و عباداتی در طول یک ماه داشتن. چه پیامی رو برای بینندگان عزیزمون دارید؟ حالا استاد حسینی حرف زدید، من خیلی جالب بود برام، شما گفتید که عید رو به همه مسلمان‌های جهان تبریک میگید. من بعض وقت برنامه‌های ایران رو نگاه می‌کردم، میگفتن که ما عید رو تبریک میگیم به همه شیعیان جهان. برای من خیلی جالب بود که شما هیچ وقت نگفتید ما عید رو تبریک میگیم به همه سنی‌های جهان، گفتید به همه مسلمان‌های جهان، به همه کسانی که حالا به هر نحوی در دایره بزرگ اسلام جای گرفتن. پیام شما رو می‌شنویم. بله بله، چرا که دعوت اسلام یک دعوت جهانی است، عمومی است، وابسته به یک فرقه و یک گروه خاصی نیست و خداوند هم پیامبرش اینگونه معرفی کرده که رحمت للعالمین هست و همچنین دعوتش هم که فرمودن که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا، من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم ای مردمان. پس دعوت او یک دعوت جهانی است و هر کس را پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بله. به همین صورت باعث این دعوتش هم
عمومی و جهانی باشه و همچنین هر فردی از مسلمان ها همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله رحمتی بودند و دینشون هم رحمت هست، اخلاقشون رحمت بود، آموزه هاشون رحمت بود، به همین صورت یک انسان مؤمن و مسلمان هم بایستی رحمتی باشد برای دیگران. پیامی اگه برای بینندگان عزیزمون دارید بشنویم و بعدش با شما خداحافظی کنیم. بله بله، این پیامو به قرآن برگردن، یه پیام خیلی زیبایی داره که انسان پس از انجام طاعات و عبادات با تمام حالا زحماتی هم که کشیده و به خاطر خدا هم انجام داده، در نهایت بایستی از خدا بخواهیم که بار الها این کارهایی که انجام دادیم به دستور تو بوده و به خاطر تو بوده، این را از ما قبول بفرما. حضرت ابراهیم علیه السلام پس از این که کعبه را بنا کردند با فرزندشون اسماعیل به دستور خدا و با معیاری و همفکری حتی جبرائیل علیه السلام، با این حال می‌بینیم پس از این که کعبه را درست کردند از خداوند خواستند که ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بار الله از ما قبول کن. چون فقط هدف این نیست که ما یک کاری را انجام بدیم بگیم از سر خودم انداختم، من وظیفه‌مو انجام دادم، حالا خدا خودش میدونه میخواد قبول کنه میخواد بله. قبول نمیکنه، من کارم خودم انجام دادم. نه، نبایستی این دیدو داشته باشیم، بلکه دید ما این باشه که بار الها با لطف و رحمت قبول کن. اگه قبول نکنه دچار خلل و نقص بوده، خب انسان در حقیقت ضرر کرده. بله، از خدا بخواهیم که این مدت یک ماه انسان روزه رفته، خدا با لطف و رحمتشون این طاعات و عبادات را از ما قبول بفرمایند. خیلی خیلی ممنونم. فقط جهت اینکه یه اشاره خیلی کوتاهی بشه، ایامی که بعد از روز ایام عید میاد، ما شنیدیم که 6 روز روزه گرفتن سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. چه فضیلتی برای این موضوع بیان شده برای اینکه بینندگان حالا که بعد از عید هست یه یادآوری دارن متو این موضوع هم بشه، اشاره خیلی کوتاهی بکنید در این زمینه. بله، رسول الله صلی الله علیه و آله میگن کسی که رمضان روزه بگیره بعد 6 روز شوال و هم روزه بگیره، مثل اینکه روزه یک سال رفته. حالا در توجیه اون گفته میشه که خب هر حسنه 10 برابر میشه، یه دفعه 6 روز شوال هم میشه 360، مثل اینکه روز یک روز کن در مقابل 10 روز، مثل اینکه بله. کامل شما روزه بودید. و یک برداشت دیگه هم میشه کرد که انسان پس از اینکه این مدت یک ماه بود روزه رفته، چه برای کسانی تنگین باشه. درسته، و میخواد که این طاعات و این عبادات یک تداوم داشته باشه، مداومت. این بعد از اینکه عبادت بسیار مهم انسان انجام داد، خیال نکنید تموم شد. بله، دیگه خدا حافظ رمضان و روزه خدا حافظ، دیگه نه، بعد از رمضان هم یه سیست میزه بگیرید، دوشنبه پنجشنبه هست، در ماه حرام هست، روز عرفه هست، روزهایی که دائما تشویق شده به روزه گرفتن که انسان و اون هدفی که از روزه بوده تحقق پیدا کنه، هدف به پرهیزگاری رسیدن هست. بله، متشکرم. متشکریم از شما جناب استاد. خب این نهایت سپاسگزارم از شما استاد عزیز. وقت برنامه‌مون هم کم هست، هم می‌خوایم یک مسابقه اخیر رو بگیریم و هم تعدادی برخی از عکس‌ها رو نشون بدیم برای بینندگان عزیز که قبول دعوت کردید. متشکرم. خدا یار و نگهدارتون استاد حسینی عزیز. خدا نگهدارتون. مسابقه رو حبیب نمیتونیم بگیریم چون نمیتونیم؟ نه، وقتم خیلی کم مونده. یه دور این عکس‌ها رو ببینیم، بعد اگر مشارکت بینندگان بود در خدمتشون خواهیم بود. شماره رو زیرنویس کنید تا این سری اکسم فکر کنم همینو بتونیم برسیم. چه زیادن مگه؟ وقتمون نمیدونم، اگر وقت اضافه میدن که هیچی، اگر نمیدن هست. اینم از اکسای ارسالی بینندگان عزیز. از افغانستانه. نه، از افغانستانه، پستونک خیلی قشنگ. به به، دو قلو هستن. دو قلو نیستن ولی شبیه دو قلو هستن. ماشاءالله این داره نماز میخونه. این اینترنتی نباشه عکسشون، البته همین عکسای مردم هم که تو اینترنت میذارن. اینم فکر کنم اینترنتی باشه. اصل شکر. اینم احتمالاً ایدگاه باشه یا از نه توی جلسه عروسی یا جلسه ایدانه یه چیزیه. یه اینترنتیه. آه، عکسای اینترنتی نفرستید.
یه مجموعه دیگه هم براتون فرستادم از عکس‌ها. خب حالا ببینیم ان شاءالله. سفره‌های پربرکت، اینم از افغانستان اگه اشتباه نکنم. الان نگیم میگه از افغان، بعضی بیننده میگن که ما رو از اون منطقه نبودیم. بازی کردن هستن. لب دریا، ایام عید، تفریح، گردش، به به. نه از جنوب احتمالاً. احتمالاً آماده شدن برن عید دیدنی. سفره کوچیک و پربرکت و پرمیوه. اینم از بلوچستان. دختر اسمشو نوشته بودن، من یادم رفت. اسمو زیاد دوست دارم بچه ها. خب میخوای یه مجموعه دیگه برات بفرستم یا نه؟ فرستاده بودم. فرستادی بله. ببینیم اگه وقت بشه، اگر مشارکت بینندگان رو داشته باشیم در این شماره رو زیرنویس کنید تا فرما شماره تماس برای برای مسابقه نمیتونیم چون وقت کمه. اگر دوستایی هستن فقط میخوان مشارکت کنن در خدمتشون خواهیم بود. خب همین دوستمون رو واسه کنید، حداقل صداشون رو بشنویم و ازشون به خاطر اینکه تلاش کردن و تماس گرفتن یک تشکری هم بشه. اگرم خواسته بودن که از ایام عیدشون بگن برامون هم خیلی خوب هست. کی هستن پشت خط دوستا تا فرمان؟ خب من این یه سری عکس دیگه هم الان آماده کنم خدمت شما. یه مجموعه های زیادی داره عکس برای من میاد، همچنان هم داره میاد، گرچه وقت برنامه هم کم هست و نمیتونیم همه عکس ها رو نشون بدیم، ولی تا جایی که مقدور هست داریم پخش میکنیم. از اینکه بعضی از دوستان هم تصویر لپتاپ رو نوشتن که اسامی رو نوشتن ولی نتونستم اسامی رو بخونم، معذرت میخوام. اینم سه تا برادر، اینم دقیقاً سر سفره است دارن میخورن. به به فکر کنم این عکس قایمکی گرفته شده، خودشون خبر ندارن. دوستان عکس قایمکی نفرسته، شاید بعضی دوست نداشته باشن عکسشون پخش بشه. ماشاءالله. تاجیکستان کجا است؟ بلوچه بابا. بلوچه کجاست تاجیکستان؟ ببخش. ماشاءالله. اینم با بچه کوچیک. مثلا یا برادر یا خواهرش. حتی تو من مبارک رمضان هم به دنیا اومده، چون خیلی کوچیک بود. ماشاءالله. اینم جنوب در حال رانندگی هستن. اینم بلوچستان بودن. بلوچ لباس بلوچی دارن. اینم از جوانان غیور بلوچ. ماشاءالله. تمام شد. یه مجموعه بزرگی هم از عکسای سقز فرستادن در رابطه با همین که توضیح هم دادی. بله. ولی خب نمیشه دیگه اینا رو هم پخش کرد. وقت نمیشه. اگر آخرین مجموعه است که فرستادی؟ آره، من یه مجموعه دیگه دستون نرسیده. چندین مجموعه؟ چرا الان تقریبا یه سری مجموعه است من نتونستم هنوز پخشم کنیم. اینا رو پخش کنیم. بله. ولی اون چه که برای خود بنده جالب هست اینه که مردم دوست دارن، علاقه دارن، انگیزه دارن مخصوصا در این ایام عید شاد باشن، عکس بفرستن، همراه شبکه‌های اهل سنت باشن و این واقعا جای تشکر داره. این نشون میده که ما چون اگر برنامه‌های الغایی هستن صرفا، چون من خودم شخصا برنامه اکثر برنامه‌ای که دارم میرم برنامه‌ای هستن که بیشترشون الغایین، یعنی صرفا من حرف میزنم بیننده دارن گوش میکنن، حالا مهمانایی رو دعوت میکنن از سر تا سر جهان، حالا مهمانایی که میان، ولی بیشتر یعنی از طرف ما داره صحبت میشه، کمتر از طرف بینندگان از ما نیست مواردی ارسال میشه، چون حداقل برنامه من اینطوری بوده، برنامه باستاب. ولی این نوع برنامه که بیننده ها ارتباط برقرار میکنن، عکسای خودشون رو میفرستن و نه یکی دوتا بلکه صدها عکس تا الان دست ما رسیده، یعنی هنوز برنامه شروع نشده بود، من با کریمی گفتم که هنوز برنامه شروع نشده ولی بیننده انگار سر تایم آن تایم اومدن نشستن جلوی تلویزیون و دارن هی عکس میفرستن که جز اولین نفرها باشن که عکسشون پخش میشه. و خب این نشون میده که چقدر مردم هم شبکه‌های اهل سنت رو دوست دارن، هم علاقمند هستن که خودشون رو در واقع تو ایام عید شادی خودشون رو سهیم بکنن و بقیه کسانی که بیننده هستن و در اون برنامه رو دنبال میکنن و این فوق‌العاده زیباست. خب حبیب مثل این که تماسمون هم با آقای محمودی برقرار شده. سلام داریم خدمتون آقای محمودی، عید و به شما و خانواده محترمتون تبریک میگیم، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بنده هم خیلی خیلی خوشحالم از اینکه با ارتباط دارم با برنامه و این افتخار دادید که من هم اینجا تبریک بگم عید رو به بینندگان، اولا به شما و دست‌اندرکاران برنامه، چون برای پخش این برنامه خب خیلی کمتر صحبت میشه از کارگردان، صدابردار،
و عوامل فنی که اونجا هستن و همچنین شما عزیزان خودتی که زحمت همیشگی رو میکشید تو برنامه ها و کمتر از خودتون میگید، بیشتر این در واقع صحبت از بقیه عزیزان هست، هم از این هم در واقع این تبریک رو خدمت شما بگم، هم خدمت بینندگان عزیزی که همین الان هم صحبتش بود، این اشتیاقی که همراهی میکنن با شبکه، تو این 9 سالی که بنده توی شبکه نور هستم و از موقعی که شبکه افتتاح شد ما تمام امید و چشم انتظاریمون از بیننده ها بود و هیچ وقت هم خوشبختانه بیننده ما رو تنها نذاشتن توی همه وقت ها، از همون ابتدایی که لوگوی نور برای اولین بار رفت رو آنتن و در واقع این افتخار رو داشتیم که اولین شبکه اهل سنت رو در واقع افتتاح بکنیم، خوشبختانه با همراهی مردم بود و این پشتیبانی و این افتخاری که همیشه با ما هستند و این اظهار لطفی که میکنن، این اعتباری رو که به شبکه داره در واقع به پشتیبانی بیننده هاست. من خیلی متشکرم که این موقعیت رو دادید به من که من بتونم تو این فرصت خوب تو این روز عزیز تبریک بگم، هم عید رو و هم یه تشکر خاص بکنم از همه بینندگان فارس زبان از همه جای دنیا که حالا ایران، افغانستان، تاجیکستان، اروپا، کشورهای عربی، کشورهای زیادی هستن که ایرانی ها خوشبختانه همه با فرهنگ، همه به دنبال بر افراشته کردن پرچم توحید با شبکه‌های توحیدی همراه هستند و خصوصا شبکه نور که شبکه پیشرو هست توی شبکه‌های توحیدی. من در خدمت شما هستم. جناب محمودی، موردی که هست خودتون اشاره کردید، اتفاقا تشکر کرده بودین از عوامل فنی. بیننده‌های ما برنامه‌ها رو وقتی تماشا می‌کنن، یه برنامه آماده شده هست در واقع، بعد از اینکه یک مراحل خیلی زیادی رو طی کرده و اومده به مرحله پخش رسیده و الان میاد پخش میشه و بیننده اون رو می‌بینن. اگه ممکن هست اشاره خیلی کوتاهی هم نسبت به این سیر تولید این برنامه تا میاد به پخش میرسه، عدل اشاره کوتاهی بشه بیننده بدونن که چه هر گامی بلند میشه اینجا و چه عواملی ما پشت صحنه داریم، زحماتی کشیده میشه تا اینکه این برنامه بیاد به این مرحله میاد میرسه. یه ذره از خودمون بگیم حالا. حالا بله، واقعا همینطوره، یعنی بیننده فقط شاید مجری و کارشناس رو میبینه، اون کادری که در واقع بلاز تصویری اجازه دیدنشو دارن میبینند، اما وقتی برنامه ساخته میشه مسیر طولانی رو میکنه. از اون لحظه‌ای که یک فکر هست فقط ارائه یک فکر میشه، بعد این فکر به شکل گروه تهیه و گروه در واقع پشتیبانی، گروه پژوهش حالا میشه گفت، روی این فکر کار میکنند، این فکر تایید میشه، بعد از اینکه تمام در واقع زوایاش نگاه میشه بهش، تا اینکه خب گروه چیز میشن برای اینکه برن دنبال مواد علمیش، پشتیبانی‌های نیاز داره که این بخش پژوهش این کار انجام میده، بعد از تایید طرح، بعد این طرح پخته میشه به جای مختلفش، به فرمای مختلف فکر میشه که خب حالا قرار هست این فکر، این مثلا این برنامه در مورد فرزند، در مورد از کار مثلا که حالا توی رمضان پخش شد، قرار هست که این برنامه پخش بشه، باید چه شکلی باشه، چطوری منتقل بشه به بیننده، القایی باشه، کارشناس داشته باشه، حالا با توجه به متاسفانه امکانات کمی هم که شبکه‌های توحیدی دارن و به هر حال هم به لحاظ مالی مشکلات دارن، هم به لحاظ امکاناتی خیلی محدود هستن، با همین احوال با تمام جان و دل من به عین خودم شاهد هستم که بچه‌هایی که توی بخش پژوهش، بخش حتی کارشناسایی که مثلا با ما همکاری میکنن، چشم داشتشون خیلی پایینه در مقابل شبکه‌های دیگه که شما میبینید از تلویزیون‌های دیگه پخش میشه. درسته، هزینه‌های خیلی زیادی براش میشه، اما به لحاظ که محدودیت‌هایی که ما، این محرومیتی که همیشه ما اهل سنت فارس زبان داشتیم، همچنان گریبانگیرمون هست توی همه عرصه‌هاش، به همین خاطر هم با محدودیت‌های کم اما با عشق فراوان، با هدف خیلی بالایی که پشتش هست، این فکر کامل میشه، بعد منتقل میشه به بخش تولید. تو بخش تولید این فکر حالا بعد از اینکه تصمیم گرفته شد که این برنامه چه شکلی باشه، به بک‌گراندش، به تیتراژش، یه گروه
فکر میشه، بعد یه سریش شروع میکنن برای کار کردن روی تیترش، روی بکراندش، که یک شکیل برنامه در حدی باشه که بشه پخش بشه و بیننده خوشش بیاد. بعد از این که این اتفاق افتاد، این عوامل منتقل میشه به استودیو، این در واقع چیز، و با یک پشتیبانی پژوهشی که ازش هست دکور انجام میشه، طراحی ساخته میشه، گروه دکور هستن میان اینو طراحی میکنن، ضبط میشه، گروهی برای ضبط هست، تصویر برداشت و برداشت که حالا اینا رو معمولا میبینن دوستان پشت صحنه بعد اون پخش میشه. بله. عواملی هم شروع میکنن اینو تهیه کردن. بعد از اینکه تهیه شد کار به جایی میرسه که باید حالا کنترل بشه، اشکال فنی چیزی نداشته باشه و آماده پخش بشه، و بعد هم با هزینه بالایی که پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای داره، این برنامه برای پخش میره و تقدیم حضور بینندگان میشه. اما اصلی ترین بخشش بازخوردی است که ما از مردم باید داشته باشیم. درسته. و اینکه مردم ما رو تنها نذارن، از طریق سایت، از طریق واتساپ، از طریق تلفن گویا و روش‌های مختلفی که میتونن با شبکه ارتباط برقرار کنن، به ما بگن که این زحماتی که کشیده شده آیا نتیجهش مناسب بوده، خوش اومده یا خیر، رضایت بیننده رو جلب کرده یا نه. من میدونم که وقتتونم تموم شده. سلامت باشید. خواهش میکنم. اونقدر بحثتون شیرین بود و جالب بود، ما نخواستیم که بین شما و بین بیننده یه مانع ایجاد بکنیم. من مجددم و جا داره که فقط اجازه به تمام دوستان، خانواده‌ام و دوستانی که نتونستم تو عید، به هر حال به خاطر این غربتی که داریم میکشیم و فاصله‌ای که با ایران داریم، شاید به تک تک نتونستم من تماس بگیرم، حتی اعضای خانواده‌ام فرصت نشده که تماس بگیرم کامل خاطر مشغله کاری و فعالیت کسب، من از همینجا از این تریبون استفاده بکنم و به همه دوستان خانواده‌ام و اعضای خانواده‌ام تبریک بگم و پشتیبانی همه بینندگان رو ببوسم و خواهش کنم که همونطور که همیشه پشتیبان ما بودن، همچنین بمونن و بدونن که تمام تلاش ما برای رضایت این مسئله است و برای برافراشت شدن، و انشاءالله که در این امر موفق باشیم، بوده باشیم و خیلیشون ما رو فراموش نکنن. سلامت باشید. خیلی خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای محمودی عزیز از اینکه وقتتون به ما دادید و برنامه صحبت کردید. خداوند یارو و نگهدار شما. در همین فاصله که جناب محمودی داشتن صحبت می‌کردن، من پیام رو دیگه چک نکردم. می‌دونستم آخر برنامه است و نمی‌تونیم پخش کنیم. ده ها پیام اومده به شبکه رسیده که هر پیامی که اومده از یک شماره است، از یک خونه است، از یک شخص، از یک کشور، از یک منطقه است. این نشون میده که بیننده با ما همراه. تماسی تقریبا وقتم به اتمام رسیده. بیننده فکر کنم زیاد پشت خط میدن. آقای عبدالله از جاسک در خدمتتون هستیم. آقای عبدالله عزیز، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. آقای عبدالله ایدو به شما و خانواده محترمتون تبریک میگیم. من هم همچنین از پشت عید و به تمامی مسلمین بازی قبولی تاعت و خداوند متعال دارم. کمال تشکر رو داریم. آقا عبدالله عزیز، اگر پیام خاصی دارید برای بینندگان شبکه جهانی نور، در خدمت شما هستیم و لا چون وقت ما رو به اتمامه مجبوریم از شما خداحافظی کنیم. در خدمتیم. آرزوی سلامتی دارم برای آرزو دارم همه ای مسئله بعد برنامه تو هست. صداتون هم خیلی قطع و هست میشه عبدالله. بله، بیننده همیشگی برنامه بلا شبکه دور آمد برنامه هر روز همین ما رو مواره کردیم. این تماس میکرسه که متاسفانه موفق نشده بعدش وقت متاسفیش مانی تو ولی ما در اکرما مواجه بودیم. بله، درست. خط شده متاسفانه، ولی صداتون هم خیلی خوب نبود. من متوجه شدم گفتن بیننده برنامه مسابقه بودن و چون مسابقه ساعت 4 و نیم پخش میشد و وقت نماز اونا بود دیگه نمیتونستن مشارکت کنن، وقت هم تموم شده. دوستان تا فرمان فکر نکنم میتونن به ما وقت اضافه بدن، یعنی که وقت تموم شده، وقت هم میگن تموم شده. خب به عنوان حسن ختام برنامه این سری آخر عکسو نشون بدیم و بعد دیگه خداحافظی میکنیم با شما. به به، یه پهلوان این لپای قرمزش ماشاءالله ماشاءالله. بچه های کرد توی فصل تابستون همچین جای سرسبزی هست. بله، به به،
ما بریم کردستان یه سفر. آقا بریم. اینم احتمالاً از خارج از ایران فرستادن. درسته. اینم بچهای ناز ماشاءالله. از همین الانم زی دینی عالمی، یعنی اینم سفره بسیار زیبا، بچه بلوچ کوچولو ناز ماشاءالله. یک یه بار نشون دادیم قبلا، بازم که پخش شد چقدرم ریلکس نشسته بود. به 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 به، سفره بسیار زیبا. دوبارم فرستاد عکس شد، دوبار پخش میشه. حالا نگاه چقدر کیف میکنین دوستمون. سفره قشنگیه ماشاءالله، پر برکت. ما رو هم دعوت کنید یک بار بیایم دیگه سر سفرتون بشینیم. به به، اینم فکر کنم از اگه اشتباه نکنم از جنوب، احتمالا جنوب ها، یعنی افغانستانه. اینم که صدفه. صدفه شیرینیه. چیه صدف؟ بزار. خب غذای دریایی. وقتمون کامل به اتمام رسیده. بینندگان عزیز و گرامی، خیلی خوشحال بودیم که به هر حال تونستیم در این ایام عید در خدمت شما باشیم. امیدواریم که تونسته باشیم لبخندی را بر لبان شما نشونده باشیم انشالله. حالا شیرنی هم دستت گرفتی میگه اینو گرفته، اینو ایدی میدم به حبیب برای خودم. نه نه دیگه گرفتی میدم خودت بخوری، من لو را دارم تو. آقا اینو ایدی میدم به حبیب. خب بده دیگه. خدا یارو نگهدارتون. اینو شیرنی، اینو شیرنی، من یکی روز خوش ایام بکام، عیدتون مبارک.